خصوصا ان مستدرك حاكم، المستدرك على الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله النيشابوري المعروف بالحاكم، المتوفى سنة 405، دكتور محمد مترجي محقق، جزء اول، دار الفكر بيروت، شاب سال 2009، دار الفكر بيروت لبنان. خيلي خوب، كتاب العلم، كتاب العلم صفحه 211. بله، حديث 378. اینجا سندش را آورده، ان فلان ان فلان ان ابیه، ان سعد بن ابراهیم ان ابیه، ان عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولابی دردا ولابی ذر. عمر بن الخطاب به ابن مسعود ابو دردا و ابی ذر غفاری رضوان الله تعالی علیه گفت ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، چیست این حدیث از پیغمبر خدا صلى الله عليه واله وسلم؟ ببین تحقیر را ببینید، ما هذا، ما هذا یعنی این چیست، ما هذا الحديث، این چیست این حدیث از رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم، چرا این حدیث نقل میکنید، تحقیر میکنه احادیث رسول خدا صلى الله عليه واله وسلم. و احسبه حبسهم بالمدینه حتی اصیب. راوی میگوید که من عقیده ام اینه که این سه نفر را عمر در مدینه حبس کرد، زندانی کرد تا اون وقتی که عمر کشته شد. اصیب یعنی اصابت شد، زدن او را با چاقو و کشتن. خب دوستان من، شما ببین این دشمنی با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، با دین نیست. حدیث را من بکن اصلا دین از بین میره، دین هست سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا نه تنها من کرده، سوزانده هم احادیث، اصلا آتیش داده عمر و عثمان قرآن ها را آتیش داده، اونم میاد. اینا من مصنف عبدالرزاق را نشان میدم جانم، مصنف عبدالرزاق صنعانی از علمای خیلی قدیمی جماعت عمریه. این مصنف عبدالرزاق صنعانی از صنعای کجا بوده؟ صنعای یمن. المصنف مجلد 11، در این مجلد 11 که امون تحقیق عبدالرحمن اعظمی پاکستانیه، چاپ سال 1983 میلادی. چه کنم؟ ببینید اینجا گفته، آدرس هم داده که کراچی و اونجا ها میتونیم که این کتاب رو بخریم. در این کتاب دوستان صفحه 259 بریم، با سرعت صفحه بزنیم بریم صفحه 259، بلکه 257، حدیث 20484. دویست 20484 کتاب العلم، اینو بزرگ کنم، این پایین صفحه هست، اینو بزرگ میکنم بیارم بالای صفحه. کتاب العلم دیدین، مصنف عبدالرزاق صنعانی صفحه 257، کتاب العلم حدیث 20484. اخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهری عن عروه عن عمر بن الخطاب اراد ان یکتب السنن. عمر اراده کرد که سنت را بنویسه. این بازی داد مردم را، گول زد، گفت میخوام بنویسم. بعد اونا که احادیث را آورد همش آتیش زد. حالا اونا برایتان ثابت میکنم. به مردم گفت که بله من میخوام سنت را بنویسم، احادیث را بنویسم. فاستشار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، با اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشوره کرد. صحابه گفتن چه کاری از این بهتر، بیایید احادیث را بنویسید. فاشاروا علیه ان یکتبها، گفتن بله باید اینجا احادیث همگیش جمع آوری بشه، نوشته بشه، چه کار خوبی از این طرف خدا. فتفقه یستخیر فی یستخیر الله ها فیها شهرا. عمر شروع کرد، گفت من استخاره بگیرم اول. یک ماه استخاره گرفت. فتفقه شروع کرد به استخاره گرفتن، تفقه یعنی شروع کردن. یستخیر الله ها فیها شهرا، در این که حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خودش امر کرده بود بنویسید، احادیث از بخاری نشان دادم که خودش امر کرده بود که بنویس به عبدالله ابن عمر.
پیغمبر امر کرده که احادیث را بنویسید. از صحابه همه که میگه که احادیث نوشته بشه. این مردی که آمده یک ماه استخاره میگیره. فاستفق یستخیر الله فیه شهره. یک ماه استخاره گرفت که حدیث بین نوشته بشه یا نه. خب چی کار از این بهتر؟ باید دین خدا حفظ بشه. احادیث اگر اون زمان نوشته میشد اصلا این اختلافات نبود. این خدمت شما عرض بکنم که این اسماعیل بخاری بعد 150 سال آمده صحیح بخاری رو نوشته. خب در اون زمان اگر نوشته میشد قبل از 150 سال در اون زمان اصلا اختلاف در حدیث نمیماند. خب یک ماه گفت من استخاره میگیرم استخاره میگیرم. ثم اصبح یوما وقد عزم الله له. یک روز بیدار شد و گفت که خدا برای من امروز تصمیم گرفته. تصمیم خدا چیه؟ گفت اینی کنت اريد ان اكتب السنن. من خواستم که سنت را بنویسم. بله. و اینی ذکرت قوما کانو قبلكم کتبوا کتبا فاکبوا علیها و ترکوا کتاب الله. من قبل از شما اقوام دیگر یهود و نصارا را بیاد آوردم که اونها کتاب های نوشته بودن. فاکبوا علیها، بر این کتاب ها خیلی توجه کردن و بر این کتاب ها غور کردن. و ترکوا کتاب الله، و کتاب خدا را فراموش کردن. و اینی والله لا البس کتاب الله بشیء ابدا، و من کتاب خدا را با هیچ چیز دیگر قاطی نمی کنم. ببینید مغالطه این شخص را. این صحابه آدم بودند علیاذ بالله، خیلی عذر میخوام، یا الاغ بودند. اگر آدم بودند، آدم فرق حدیث و قرآن را میدانه که حدیث با قرآن اصلا قاطی نمیشه. اینا همه بیشتر اینا خود اهل جماعت عمر بن بکر میگه اینا حافظ قرآن بودند. کسی که خودش حافظ قرآن باشه آیا امکان داره غیر حدیث پیغمبر را با قرآن میره قاطی بکنه؟ لا البسو کتاب الله بشه، این یعنی من قاطی نمی کنم اینها را که مردم اینها با هم خلط بشه، مردم نفهمن کدامش قرآن کدامش حدیثه. صحابه خدا به اینا عقل داده بود، خود اینا عالم بودن، مگر امکان داره؟ بله، کسی قرآن را با حدیث قاطی بکنه نفهمه این قرآن بود یا حدیث بود. خدا مگر خودش در قرآن نگفته؟ بله. و انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. خدا خودش گفته من قرآن را حفظ میکنم. و در امم سابقه هم اینطوری نبودن که اونا کتاب نوشته باشن، کتاب های حدیث نوشته باشن، بعد اون کتاب حدیث که نوشته باشن اون توجه کرده باشن و ترکو کتاب الله، کتاب قرآن را فراموش کرده. اینطوری نبود. امم سابقه کاری کردن، اونا آمدن اصل کتاب خدا را عوض کردن. خود تورات انجیل را گرفتن آیه را یواشکی، اونجا نوشته بود شراب حرامه، نوشتن شراب جایزه. نوشته بودن که حضرت مسیح شراب نمیخورد، اینجا نوشتن که حضرت مسیح شراب زیاد میخورد. مثلا گوشت خوک حرامه، اونجا نوشتن حضرت مسیح علیاذ بالله گوشت خوک زیاد میخورد. اونجوری آوردن عوض کردن، نه اینکه اونها کتاب حدیث داشتن در احوال حضرت مسیح اون آوردن به جای تورات. اونطوری نبود، اونها تحریف کردن خود قرآن را، خود کتب تورات را، انجیل را، صحفشان را. و این حرفش از اساس دروغه. باز همین حدیث را ببین، حدیث بعدیش را ببینید، صفحه 20485، حدیث 20485 در این مجلد 11 صفحه 257 مصنف عبدالرزاق صنعانی. یک کسی به ابن عباس گفت که تو بیا برای من این حدیث را که میگی اینو بنویس. گفت اینا لا نكتب العلم، ما را اجازه نداریم که حدیث را بنویسیم. خب عمر نمیگذاره، من کرده که بنویسیم.